آخوندها و پاسداران دور و نزدیکشان میگویم که در تاراج و تجارت شما برنده اید، اما در قانون و عدالت ما برنده اید. به تاراج دادن بیت المال ملت ایران و تجارت نفت و خون حیطه شما و انصاف و قانون قلمرو ماست. مگر رئیس جمهور برگزیده مقاومت در این سالها در هر مناسبت و در هر اجتماعی درخواست برگزاری دادگاه نکرده است؟ مگر مریم در برابر هزاران نفر و در برابر خبرنگاران و رسانه ها بارها با صدای بلند اعلام نکرده است که اگر مقاومت برای آزادی جرم است، ما به آن افتخار می کنیم؟ گرامی بینندگان عزیز، سلام با شما. در روز دوم تیر از تهران خبر می رسد که نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی در پنجمین روز متوالی اعتراض خانواده ها و دانشجویان هوادار مجاهدین در مقابل سفارت فرانسه در تهران را وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار می دهند و شماری از آنها را هم دستگیر کردند. تظاهرات پراکنده در نقاط مختلف تهران از جمله امیرآباد، شعار مریم رجوی آزاد باید گرده از شنیده می شود. سطحات هم در فلکه دوم تهران پارس و در منطقه میرداماد دست به تظاهرات زده و به سوی نیروی انتظامی کوکتل مولوتوف پرتاب می کنند. همزمان تظاهرات پراکندهی در نقاط مختلف اصفهان، اهواز و شیراز در جریان است. گروهای از مردم با سر دادن شعار خواستار آزادی مریم رجوی از زندان فرانسه شدند. جامعه ششم تیر سطحات از مردم و جوانان در تهران با برگزاری یک تجمع در مقابل پارک ملت خواهان آزادی فوری مریم رجوی می شوند. ماموران وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با محاصره کامل پارک و بستن خیابان ولیعصر از تقاطع نیایش تلاش می کنند جمعیت را متفرق کنند، اما با مقاومت شدید جوانان مواجه می شوند و تجمع تا حوالی ساعت 10 شب ادامه می یابد. در همین روز رژیم یک بار دیگر رسما خواهان استعداد مریم رجوی و اعضای مجاهدین در فرانسه می شود. اما از آنجا که دریافت است دیگر دیر شده و مجاهدین پس از آن ضربه و غافلگیری اولیه به سرعت ابتکار عمل را به دست گرفته و فضای بین المللی را برای چنین درخواست های جنایتکارانه بستند، خاطر نشان می کند که اگر هم در فرانسه محکوم شوند، فرانسه باید خودش به همه جنایات منافقین رسیدگی کند. رادیو آلمان خبر داد دولت ایران بنا به اطلاعی که خود داده است در حال مذاکره با مقامات عالی فرانسه برای استرداد اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است. سخنگوی وزارت خارجه ایران این گمان را نیز رد کرد که ایران در قبال دستگیری مجاهدین خلق
در سیاست خاورمیانه‌ای خود تغییراتی خواهد داد. دولت ایران از یورش نیروهای امنیتی فرانسه به مقر مجاهدین در روز سه‌شنبه استقبال کرده است. این سخنگوی وزارت خارجه رژیم که اظهاراتش در شبکه‌های تلویزیونی داخل و خارج ایران پخش می‌شد در این رابطه گفت اعضای گروهک منافقین را گروهی تروریستی شناختند و دستگیری‌های آنها نیز در چارچوب مسئولیت‌های اروپایی و بین‌المللی فرانسه بوده است. ملت ایران از جنایات گروهک تروریستی منافقین ضربات سنگینی خورده است. حق طبیعی ایران است که اعضای این گروهک به کشور مسترد شوند، اما اگر در فرانسه محکوم می شوند باید به همه جنایات منافقین رسیدگی شود. و البته چون این گروه یک گروه تروریستی هست و جنایات زیادی در ایران مرتکب شده، نه تو در خارج از ایران، در عراق و جای دیگه، در خود اروپا. به سخنگوی وزارت خارجه رژیم از آمریکا طلبکاری کرد که چرا علی‌رغم بمباران‌ها این گروه در سیاست خارجی آمریکایی‌ها نهادینه شده است. در همین روز رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی نیز یک بار دیگر استقبال دولت خاتمی از دستگیری اعضای مجاهدین را تکرار می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم در روز دوم تیر وی همچنین به بریدگان مجاهدین وعده می‌دهد که با آنان با رأفت اسلامی برخورد خواهد شد، اما تأکید می‌کند که هیچگاه هیچ بخششی شامل حال رهبران آنها نخواهد شد. یک سخنگوی مجاهدین می‌گوید افتخار بر آنانی که هیچگاه مشمول بخشش آخوندهای سفله نمی‌شوند. آنان بند از بند این رژیم خواهند گسست. در روز سوم تیر 24 جوان 2003 شورای شهر اورسوواز به اتفاق آرا در کنار مقاومت ایران قرار می‌گیرد و به دولت فرانسه اعتراض می‌کند. متعاقباً شهردار بیانیه‌ای به این شهر قرائت می‌کند. دوشنبه 17 جوان در ساعت 6 صبح به درخواست قاضی بروگیر یک عملیات پلیسی در آباد گسترده در محل‌های مسکونی که محل استقرار پناهندگان ایرانی و متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران بود رخ داد. شهردار اوبر فقط در ساعت 6 صبح با یک تماس فرماندار واردواز مطلع شد. مطبوعات شب قبل با خبر شده بودند و این حضور آنها را در خیابان گور قبل از ساعت 6 توضیح می‌دهد. امکانات به کار گرفته شده پلیس، نیروی RAID، دو گروهان اضافی، پلیس CRS، هلیکوپترها و کشتیها تناسبی با موضوع نداشتند. لازم است یادآوری شود که مسئولین اصلی این جنبش که در خیابان گرد مستقر بودند از 20 سال پیش از حفاظت دائمی گاردهای سیار برخوردار بودند و با بالاترین مقامات دولتی ارتباط داشتند. اغلب آنها دارای استاتوی پناهندگی سیاسی هستند، استاتویی که توسط کنوانسیون‌های بین‌المللی به ویژه کنوانسیون ژنو به رسمیت شناخته شده است. بنابراین می توان در مورد این چرخش ناگهانی مقامات از خود سوال کرد آیا این یک تغییر ژئوپلیتیک است که بعد از جنگ در عراق رخ می دهد؟ آیا خواستند باج بدهند؟ به چه کسی؟ به دولت ملاها که در حال حاضر با مشکلات بزرگی مواجه است؟ به دولت آمریکا؟ اینها سوالات مطرح ما هستند. آنچه که مسلم است در این محل طی ماه‌های اخیر هیچ چیز تغییر نکرده است. هیچ گونه حادثه‌ای در کار نبوده. هیچ ورود گسترده‌ای صورت نگرفته. 171 ایرانی دستگیر شدند. 160 نفر از آنها آزاد شدند که اغلب در 18 جوان بوده است. از آن روز به بعد سمپاتیزان های ایرانی از چندین کشور اروپایی به اینجا آمدند. شهرداری تلاش کرده است که امکانات انسانی لازم برای این حضور در خیابان گرد را فراهم نماید. بسیار
بسیاری از اهالی اوبر به طور خودجوش آمدند تا قوت قلب بدهند و خوراکی های مختلف با خود آوردند. در این حال ما موفق شده ایم طوری اداره نماییم که شهر بتواند به زندگی عادی خود ادامه دهد. همچنان که گروه های توریست در بهترین شرایط مورد استقبال قرار گرفته و فستیوال اوبر به طور عادی ادامه یافته است. در نتیجه مایلم آرزوی خود را مبنی بر اینکه آرامش به سرعت به خیابان گرد بازگردد ابراز نمایم. بنابراین به دولت فراخوان می دهم که مسئولیت های خود را به گردن بگیرند. از سلامت اشخاص، امنیت اشخاص و اموال نظافت عمومی در رعایت قواعد جمهوری و قانون اساسی بایستی اطمینان حاصل شود.